سلام، به صفحه دوی آخر هفته خوش آمدید. آیت الله خامنه ای میگوید که نباید نگاه وسیع جغرافیایی سپاه پاسداران تضعیف شود و باید حوزه نفوذ ایران را گسترده تر کرد. شاید تکثیر هرچه بیشتر الگوی تقویت متحدی مثل حزب الله لبنان. رهبران جمهوری اسلامی میگویند که با دنبال کردن همین سیاست حوزه نفوذ خود را از یک طرف به کرانه دریای مدیترانه گسترش دادند و از طرف دیگر به سواحل دریای سرخ رساندند. درست در زمانه ای که منطقه از نظر بسیاری تبدیل به یک بشکه بارود شده، آیت الله خامنه ای ندای پیشروی سر می دهد. ثالثا این نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید. این نگاه فرامرزی رو از دست ندید. قناعت نکنیم به اینکه یک منطقه خودمون ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلوا، این حدیث از معصوم علیه السلام. اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شدن. اینجوری نباشه که یک چهار دیواری رو انتخاب کنیم و دیگه کارمون به این نباشه که پشت این دیوار کیه، چه تهدیدی وجود داره. این نگاه وسیع فرامرزی، این امتداد راهبردی، عمق راهبردی، گاهی اوقات از واجبترین واجبات کشور هم لازمتره که مورد توجه قرار بگیره، که خیلی ها متوجه به این نیستن، خیلی ها توجه به این ندارن. حالا بعضی هم توجه دارن، به نفع دشمن حرف میزنن، نه غزه نه لبنان، اما خیلی هم توجه ندارن. ایران به شکل مستقیم یا غیر مستقیم در سیاست عراق نقش داره، عمدتاً از طریق گروه‌های متعددی موسوم به هشت شعبی. با دولت سوریه رابطه بسیار نزدیکی داره و مهمترین حامی و از نظر بعضی ناجی بشار اسد به حساب میاد. رابطه دبیر کل حزب الله لبنان با رأس هرم قدرت در ایران بسیار نزدیک و از جهاتی استثنائیه و روز به روز از نقش بیشتر ایران در یمن گفته میشه. همین گسترش نفوذ از نظر بسیاری از دولت‌های منطقه و جهان سیاستی توسعه طلبانه تلقی شده که در راستای اندیشه صدور انقلاب صورت میگیره. و اما قاسم سلیمانی با یادآوری جنگ 33 روزه میان حزب الله لبنان و اسرائیل و اشاره به نقش محوری ایران در این جنگ میگه که بر سر سیاستی ضد اسرائیلی در جمهوری اسلامی اختلاف نظری وجود نداره. در اون مقطع اختلاف نظری به اختلاف دیدگاهی اصلا وجود نداشت، یعنی همه متفق القول بودن پیرامون حمایت از حزب الله، اعم از حمایت معنوی، حمایت مادی یعنی تسلیحاتی، تجهیزاتی، امکانات، رسانه‌ای و هر چیزی که در واقع در چارچوب توان جمهوری اسلامی بود، در داخل نظام در واقع کسی تردیدی نداشت. حداقل در اون مقطع، چون من اونجا هم بودم، از اینجا در واقع میشنیدم، هیچ نگرانی از این ناحیه وجود نداشت. یک وحدت کاملی در حمایت از حزب الله و تلاش برای این پیروزی حزب الله در جمهوری اسلامی به معنای کامل کلمه وجود داشت. این تعبد در اون وقت نسبت به پشتیبانی از، چون مرکز اساسی این پشتیبانی مقام اعظم رهبری بود در جهت دادن در این موضوع به مصلحت جمهوری اسلامی، به مصلحت اسلام و عالم اسلامی. با همین سیاست جمهوری اسلامی دشمنانی سرسخت و مخالفانی جدی برای خودش خریده در آمریکا، اروپا و منطقه. ولی حتی گروهی که در ایران سالها به دنبال گفتگو بوده هم میگه که همین حضور منطقه ایران به اونها دست بالایی داده، به خصوص حتی در معاملات جمهوری اسلامی در مواجهه با قدرت‌های بزرگ. ما شرایط اقتصادی ما از یک سال پیش
ثبات اقتصادی ما از یک سال پیش، روحیه مردم ما از یک سال پیش به مراتب بهتره. این باعث شده که دنیا بیاد سراغ ما، این باعث شده که صف بسته بشه در برابر محل اقامت نماینده ملت ایران. ما با این قدرت بود که دیدیم همه آمدن و گفتن که ما میخواییم این مسئله حل و فصل بشه، ما هم قبول داریم این مسئله باید حل و فصل بشه. ولی وقتی کشور زیر فشار خردکننده اقتصادی است، تو چشمانداز روشنی از امکان یک گفتگوی دیپلماتیک با طرف مقابل به چشم نمیخوره. این نفوذ منطقه‌ای به چه کار ایران میآید؟ با این سطح از تنش در منطقه، دنبال کردن افزایش عمق راهبردی چه پیامدهایی خواهد داشت؟ این سوال ها رو مطرح میکنیم با میهمانان برنامه. شهیر شهید سالس، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی از کلگری کانادا با ما. مهدی جلالی تهرانی، کارشناس امنیت بین الملل و مطالعات خاورمیانه از نیویورک. و همینطور سعید آگنجی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی از هلسینکی فنلاند. خوش آمد میگم به میهمانان برنامه. سوال اول رو از آقای شهید سالس میپرسم. این عمق استراتژیک، عمق راهبردی که ایران ازش حرف میزنه به چه دلیله؟ آیا نگاهی ایدئولوژیک بر مبنای صدور انقلابه یا به دلیل ایجابات امنیتی این سیاست دنبال میشه؟ هر دو. در واقع ایران از ابتدای انقلاب یک نظری به صدور انقلاب داشتش، هم در تئوری و هم در عمل وارد قانون اساسی کشور شد و تو این مسئله تمام طیف ها با هم دیگه توافق دارن. من یک نمونه جالب براتون بگم. آقای ظریف در یک کتابی که یه مصاحبه طولانی بودش به نام آقای سفیر بوده، 350 صفحه بود، همین قبل از رسیدن به مقام وزارت امور خارجه در زمان احمدی نژاد این کتاب منتشر شد، اونجا میگن که صدور انقلاب باعث میشه که ایران یک وضعیت متفاوت و برجسته‌ای در منطقه پیدا کنه، و الا بدون این نظریات انقلابی ما یک کشوری میشیم حداکثر مثل پاکستان. ایشون ادامه میده که چرا آمریکا با مالزی درگیر نیست؟ برای اینکه مالزی به دنبال تغییر معادلات قدرت در جهان نیست. من این رو تکیه میکنم به خاطر اینکه آقای ظریف یکی از میانه روترین، ملایمترین عناصر سیاسی در ایران هستش، بنابراین این نظریه وجود داره. حالا در شرایط فعلی به خاطر فشاری که برای ایران هستش، ایران یک موضع تهاجمی میگیره که حالت بازدارندگی پیدا میکنه. از طرف دیگه ایران به نظر من به دنبال ایجاد بحران‌های کوچک قابل مدیریت هستش تا آمریکا رو مجبور بکنه که دست از سیاست فعلی خودش برداره و این تحریم‌ها رو برداره و دنیا رو با خودش همراه بکنه. آقای جلالی تهرانی، شما چی فکر می‌کنید؟ اگر این طور باشه که ایران به دلیل مسائل امنیتی خودش این سیاست رو دنبال کرده باشه، تا جایی میشه بهش حق داد، درسته؟ بله، اما اون نگاه در واقع واقع گرایی که ما کشورها رو یک رشنال اکتور یا یک بازیگر عاقل به اون معنایی که در جهان منطقه جهانی شناخته میشه میشناسیم، در مورد جمهوری اسلامی صدق نمی کنه. جمهوری اسلامی بسیار پایبند به اعتقادات مذهبی خودش هست و ما هیچ وقت نمیتونیم با منطق خودمون سیاست‌های جمهوری اسلامی رو بشناسیم، هرچند که یک جاهایی از اون سیاست‌ها میتونه با منطق ما همخوانی داشته باشه. برای مثال، مثال بارزش که بشه فهمید اینه که شما یک بیمار اسکیزوفرنیک رو اگر بگذارید، یک 10 دلاری بگذارید جلوش، یک 100 دلاری بگذارید، ممکنه 100 دلاری رو برداره، ولی منطقی که اون با شما همخوان داره در اون زمینه معنای اینو نمیده که در همه جا نگاهش و ایدئولوژیش و جهانبینیش یکی هست. جمهوری اسلامی الان اگر در روایت خودش نگاه بکنیم، اگر دقیقا به سخنان آقای قاسم سلیمانی در همین سخنانی که داشتش و شما در ابتدای برنامه اشاره کردید دقت کنیم، میبینیم باورهای
متافیزیکی خیلی زیادی دارن. برای آقای خامنه ای معجزه نقل میکنه در مورد عرفان یک 15-16 ساله که نقش میتونه ایفا بکنه، حتی در استراتژی های جنگ بین ایران و عراق صحبت میکنه و همون باورها کماکان وجود داره. رفرنس هایی که به مالک اشتر میده، به جنگ احزاب میده، به جنگ خندق میده، با اون نگاه میان جلو و خیلی جالبه که میبینن عملا هم اثر گذاشته. یعنی بر مبنای منطق ما میبینن دست بالا رو در منطقه دارن، عملا کشورهای دیگر رو مرعوب کردند، تمام تهدیدهایی که تا اینجا به کار بردن رو عملی کردن، تهدیدهایی که آقای ظریف به کار برده، تهدیدهایی که آقای روحانی. من این باور رو ندارم که آقای ظریف و آقای روحانی ملایم هستن و مثلا آقای قاسم سلیمانی یه مقدار تند رو تره. این بیشتر یک دیدگاه اصلاح طلبیه که سعی میکنه این دوگانه سازی رو بکنه. اما ببینید، ما الان فقط به تهدیدهایی که شخص آقای روحانی داشته اشاره میکنیم. تمام اون تهدیدها رو دونه منطقه رو ناامن میکنن، امکان صدور نفت رو برای دیگران میبندن. تمام این تهدیدها رو عملا آقای روحانی بیان کرده، سپاه عملی کرده و وقتی دست بالا رو دارن، طرف مقابل هم هیچ تهدیدی رو نکرده و حتی گفته ما میخوایم تنش رو بیاریم پایین. بنابراین تمام نشانه ها نشون میده که این منطق آخر زمانیشون داره پیش میره. آقای آگنجی، آقای جلی تهرانی میگن که یک منطق آخر زمانی هست که چنین استراتژی و چنین پیامدهایی داشته. در مورد بعد ایدئولوژی که این سیاست ها چی فکر میکنید؟ بس اینجاست که شاید در ظاهر اینجوری باشه و حالا در مصاحبه ای هم که قاسم سلیمانی داشت بیشتر به توصیف جنگ پرداخت و حالا اون بحث های ایدئولوژیک یا بحث هایی که کمکشون کرد. اما یک نکته رو ما باید در نظر بگیریم که همون گونه که ما این حق رو به هر حکومتی میدیم که قدرت و نفوذش رو در هر نقاط مختلف جغرافیایی افزایش بده، ما باید این حق رو هم برای جمهوری اسلامی قائل باشیم. اما تفاوت جمهوری اسلامی در این هست که از حمایت اجتماعی داخل به دلیل اون مشکلاتی که از لحاظ اجتماعی، سیاسی، اقتصادی برای جامعه به وجود اومده برخوردار نیست. ما اگر این رو فاکتور بگیریم، در نظر میگیریم که جمهوری اسلامی این حق رو داره که قدرت خودش رو در منطقه افزایش بده به دلیل اون مسائل امنیتی که وجود داره، به دلیل اینکه بتونه از قدرت بازدارندگی برخوردار باشه و همچنین بتونه اون کنترل ها رو داشته باشه. ما شاید هستیم در موقعیت های مختلفی که در حال حاضر ایجاد کرده، یعنی پایگاه هایی که در سوریه، عراق یا هر جای دیگه و نفوذ های سیاسی و اقتصادی و حتی نظامی ایجاد کرده، تمام اینها به نفع جمهوری اسلامی بوده و از لحاظ امنیتی باعث شده که موانع ایجاد بشه که خطرات دفع شه، مانند خطر گروه تروریستی داعش. من فقط یه نکته رو بگم، بس که در نظر باید بگیریم اینه که اگر ما این رو قائل هستیم برای کشورهای دیگه که نفوذ خودشون رو در تمامی نقاط مختلف جغرافیایی افزایش بدن، با این حق رو برای جمهوری اسلامی هم قائل باشیم. در واقعیت باید این رو در نظر بگیریم. به هر حال این نفوذ ها میتونه آشکار باشه، میتونه پنهان باشه. آشکاراش در حوزه اقتصادی سیاسی هست و پنهانش در حوزه اطلاعاتی هست که هم آمریکا، هم اسرائیل و هم کشورهای دیگه هم این کارو دارن انجام میدن و ما نمیتونیم این حق رو از جمهوری اسلامی بخوایم سلب کنیم و بگیم به دلیل اون ایدئولوژی هایی که دارا هستید، پس حق این که قدرت خودتون رو افزایش بدین، قدرت ایران رو در منطقه یا حالا فرا منطقه افزایش بدین ندارید. آقای شهید سالس، شما اشاره کردید به بحران های کوچکی که گفتید ایران ایجاد میکنه و آقای جلی تهرانی هم اشاره کردن به اینکه گویا ایران پشت حوادثی بوده که با این موضوع برخورد صورت نگرفته. حرفشون این بود که گویا آنچه که در این اواخر رخ داده باعث شده که ایران جری بشه به دلیل واکنشی عمل کردن بعضی از کشورهای منطقه و همینطور آمریکا. چقدر این قابل قبول از نظر شما که واکنش نشان ندادن به ایران با در حد زیادی کار رو به اینجا رسونده؟ من نمیدونم حالا کار رو به کجا رسونده، برای اینکه همونجور که من در قسمت اول صحبتام گفتم، من حتی از قبل هم پیش بینی میکردم ایران ممکنه
دست به بحرانسازی قابل مدیریت. اگر روشن‌تر صحبت بکنیم، بسیاری از تحلیلگران میگن که الان منطقه در حالتی هست که میشه اون رو با یک بشکه باروت مقایسه کرد. وضعیت امنیتی منطقه بسیار شکننده است. من با این نظر زیاد موافق نیستم. من معتقدم بعد از ماجرایی که در عربستان سعودی اتفاق افتاد، اتفاقا شاید فشار برای صلح بیشتر از سابق بشه. من فکر میکنم در منطقه گرایش به سمت صلح بیشتر خواهد شد. شما دارین نشونه هایی میبینین، البته خبرهایی که میاد زد و نقیص هست، ولی نشونه هایی دارین میبینین که عربستان پیشنهاد صلح میده. توجه داشته باشین، ما ببینین عربستان میخواد الان در منطقه سهام آرامکو رو میخواد بفروشه، 100 میلیارد دلار میخواد پول از این محل نصیبش بشه، 70 میلیارد دلار کسری بودجه سال 2018ش بوده، در حدود 70 میلیارد دلار سال 2018 خرج تسلیحات کرده، بعد از آمریکا و چین سوم در دنیا، بالاتر از روسیه، بالاتر از انگلستان، بالاتر از فرانسه. و میبینیم تازه وضعیت ناامنی و به اصطلاح تخریبی که در عربستان به وجود اومده در چه حد و حدودی هستش. نه، به نظر من وضعیتی که ایجاد شده الان بیشتر تمایل به سمت صلح داره و خواهد داشتش. عربستان مجبوره، چه کسی میاد سهام آرامکو رو بخره؟ من خیلی مختصر و کوتاه میخوام این از شما بپرسم، ارزیابیتون اینه که اتفاقایی که افتاده با به نفع ایران تموم شده، ایران میتونه امتیاز بگیره؟ یعنی منظورتون اینه؟ به نظر من بستگی به این داره که آمریکا چجوری واکنش نشون بده. خب، اگر واکنش آمریکا موضوعی است در آینده، الان تا اینجا اتفاقایی که در منطقه افتاده، بعضیاش با محوریت روشن ایران، بعضیاش هم خب حالا ایران قبول نداره، به جای رسونده کار رو که ایران بتونه امتیاز بگیره؟ سوال من اینه. من دارم پاسخ سوال شما رو میدم. به نظر من خیلی بستگی به واکنش آمریکا داره. به نظر من تا اینجا بله، تا اینجا مثبت بوده و ایران میتونه از این مسئله بهره برداری بکنه. اما اگر امریکا بخواد تو فشار تحریم ها پایداری بکنه و حتی ترامپ دوباره انتخاب بشه، وضعیت به نظر من به شدت میتونه تغییر کنه. من دوباره در مورد هزینه هاش با شما صحبت میکنم، از شما سوالی دارم. ولی آقای جلی تهرانی، ارزیابی آقای شهید سالس اینه که تا اینجا دست کم ایران تونسته امتیاز بگیره؟ بله، تا اینجا جمهوری اسلامی در واقع توانسته امتیاز بگیره به خاطر اینکه یک رژیم شرور هست، ولی ما فقط کافی هستش که شرارت‌های جمهوری اسلامی رو در همین مدت اخیر از بندر فجیره، از حمله به کشتی‌های نروژ، ژاپن، سعودی، امارات، از زدن پهباد آمریکایی و از آرامکو نگاه بکنید. ببینید، ما قاعدتا داریم مشاهده علمی میکنیم دیگه. نگاه بکنید میبینید که این نمودار رو به گسترشه. بنابراین طبق منطق کلاسیک واقع گرایی، حمله و شرارت بعدی جمهوری اسلامی از این بیشتر خواهد بود. پس سوال اصلی الان برای منطقه اینجاست که الان باید جلوی جمهوری اسلامی رو به عنوان یک قدرت شرور برتر گرفت یا بعدن که ممکنه هزینش بسیار بیشتر باشه. از طرف دیگه ای ببینید، ما در مورد حق کشورها، من این رو تعجب میکنم، یعنی بر مبنای اون منطقی که بگیم که هر کشوری حق داره حوزه نفوذ خودش رو اضافه بکنه، خب اینجوری پس آقای هیتلر حق داشتی که کاملا حوزه نفوذ خودش رو تا اونجا که میتونست افزایش داد، در حالی که یک عامل بازدارنده‌ای باید وجود داشته باشه. جلوی یک فرد لات، یک رژیم شرور رو بگیره، دست روی شانش بگذاره، بگه نمیتونه بیشتر از این پیشرفت بکنی، بازدارندگی رو ایجاد بکنه، اگر این اتفاق نیفته و اگر کشورهای دیگه همینطور بگن که ما میخوایم کاهش تنش، سیاست اصلی ماست و تنش رو میخوایم کاهش بدیم، بدون تردید ما احتمال این که به سمت یک جنگ گسترده بریم که نامحدود باشه بیشتر میشه. الان صلحی هم وجود نداره. یعنی آقای شهید سالس میگن که صلح قرار بشه، مگه بین عربستان با ایران جنگی وجود داشته که بخواد صلحی صورت بگیره؟ این عمل جنگی بوده که ایران اخیراً انجام داده. آقای آگنجی، شما چی فکر میکنید؟ بخشی از حرفای آقای جلی تهرانی نقد حرفای شما بود.
به نظر من اتفاقا این اتفاق بازدارندگی انجام شد به توسط برجام و توافقی که پرزیدنت اوباما بستند و باعث شد که تنش‌ها کاهش پیدا کنه، حمل و نقل نفت در خلیج فارس در کمال امنیت باشه. به هر حال اقداماتی که ایران انجام میداد بسیار کاسته شده بود. در خیلی از جاها شاید شاهد بودیم که رفتارهای معقولانه تری رو از جمهوری اسلامی دیدیم، اما باید این رو در نظر داشته باشیم که چرا صورت مسئله رو ما پاک میکنیم. چه کسی باعث به وجود اومدن این نارامی ها بود؟ چه کسی در ابتدا باعث این شد که تمامی این اتفاقهایی که حالا از جمله باعث تنش در خلیج فارس شد به وجود اومده؟ دولت ترامپ بود که با خروج از برجام باعث شد تمام این تنش‌ها به مرحله تشدید بشه. آقای آگنجی، خیلی ها آقای ترامپ رو شماتت میکنن، میگن کار درستی نکرد، ولی در کنار اون بعضی میگن که ضمن اینکه ایران گفتگوی دیپلماتیک میکرد، جناح دیگه در ایران یک موشک رو به هوا فرستادن که روی اون علنا نوشته شده بود که باید یک کشوری رو حذف کرد. از نظر اونها خارج شدن از برجام در حقیقت واکنشی بوده به چنین فضایی. عده‌ای در داخل آمریکا میگن که اتفاقا با همین حرفا ما دست جناح تندرو در حاکمیت رو که قدرت اصلی رو دارن خوندیم. نگاه کنید، شعارهای ایدئولوژیک جمهوری اسلامی سالهاست وجود داره. این بحثی نیست که حالا بحث مرگ بر آمریکا یا نابودی اسرائیل، سالهاست وجود داره. آیا این تحقق پیدا کرده؟ آیا در عمل اتفاقی افتاده؟ آیا بعد از 40 سال از عمر جمهوری اسلامی گذشتن ما شاهد هستیم که اتفاقاتی افتاده یا تهدیدهایی انجام شده؟ بله، تهدیدها در حد درگیری‌های حالا جنگ 33 روزه یا بحث‌های دیگه‌ای که حالا نفوذهای اطلاعاتی در همون اونها رو اسرائیل هم انجام داده. یعنی چیزی نیست که صرفاً بگیم جمهوری اسلامی این اعمال رو انجام داده و متقابل اون اسرائیل کاملاً بدون دفاع بوده و هیچ عکس‌العمل یا کنش و واکنشی نداشته. و ما باید این رو در نظر بگیریم که جناح تندرو در حال حاضر به دلیل اتفاقاتی که افتاده بسیار در ایران قدرت گرفته، بیش از قبل. اقداماتی که در حال حاضر داره انجام میشه نتیجه اون هست. برجام تنها مثلا یک نکته رو بگم، برجام تنها مسئله هسته‌ای نبود. برجام به این دلیل بود که جامعه ایران، جامعه مدنی ایران از نظر اقتصادی، از نظر قدرت اجتماعی قدرت بگیره و بتونه اصلاحات ساختاری یا اصلاحاتی رو پیش بیاره و داشتن این اتفاق رخ میداد. یعنی جامعه از نظر اقتصادی در یک وضعیت باثباتی بود، جامعه مدنی وضعیت مشخصی داشت و این همه اتفاقات امنیتی. البته آقای آگنجی، بعضی میگن که بعد از برجام گشایش چندانی در فضای مثلا اجتماعی ایران رخ نداد، آقای روحانی چندان به وعده هایی که داده بود عمل نکرد. در هر صورت این مورد بحث ما نیست، ولی آقای شهید سالس، در بحث هزینه ها، آنچه که آقای شهید سالس اتفاق افتاده واقعا اگر نگاه بکنیم به نفع ایران تموم شده. این موقعیت ایران در منطقه تا چه اندازه میتونه برای زندگی مردم عادی مفید تموم شده باشه، برای کسانی که دچار مشکلات معیشتی هستن که تعدادشون کم هم نیست؟ ببینید، من یه نکته رو بگم بعد پاسخ این مسئله هزینه ها رو میدم. واقعا مسئله که میگن آقای ترامپ باعث شدن که مسئله برجام به هم خورد، ما یادمون باشه وقتی که برجام امضا شد، انتظار آقای اوباما این بود، صراحتا همین در چندین مصاحبه گفته بود که مشکلات دیگه با ایران حل بشه. هنوز مرکب برجام خوش نشده بود که آقای خامنه ای گفتن ما با آمریکا در هیچ زمینه دیگه مذاکره نمی‌کنیم. عقل و منطق میگه وقتی دو تا کشور در این درجه خصومت با هم دیگه به سر میبرن، ریشه هم رو میخوان از خاک بکشن بیرون، امکان نداره یک توافقی پایدار بمونه وقتی که دو تا کشور با هم دیگه همچین وضعیتی دارن و میخوان با هم دیگه مذاکره نکنن، صحبت نکنن، حرف هم نزنن. بنابراین برجام از همون ابتدا شکست خورده بود. چه ترامپ بود، چه آقای اوباما حتی ادامه داده بود، با سیاست‌های تهاجمی که ایران داره و مشکلاتی که با آمریکا داره، دیر یا زود این مسئله از هم می‌پاشیدش. این به نظر من این یه مسئله خیلی مهمیه. دومی که در مورد هزینه‌ها، ببینید، این رو باید در نظر بگیریم. الان کدوم
کشورهای تو اون منطقه هستن که مردمشون در رفاه باشن، اونجا سوئیس شده باشه. ما همچین چیزی نداریم. بهترینشون ترکیه هستش که شما میدونین الان وضعیت اقتصادی در ترکیه تا چه حد خراب شده. ما یک مسائل بسیار ریشه‌ای در ایران داریم که به خاطر وضعیت خاص منطقه هستش. به نظر من جمهوری اسلامی در این زمینه بسیار مؤثر بوده و مؤثر بوده در به وجود اومدن این وضعیت. ولی اینطور هم نیستش ما فکر کنیم تو اون منطقه یک کشوری هست، برین عربستان رو ببینیم، ببینین در کشورهای دیگه، پاکستان رو ببینین، هر کدوم ببینین گرفتاری‌های خاص خودشون رو تو اون منطقه دارن، مردمشون هم چندان در رفاه و آرامش نیستن، چه سیاست تهاجمی کشورشون داشته باشه چه سیاست تهاجمی نداشته باشه. این باعث نمیشه من بگم که جمهوری اسلامی مؤثر در به وجود اومدن این وضعیت نبوده. آقای جلالی تهرانی، مقامات ایران میگن که ما فایده سیاسی و فایده استراتژیکی که بردیم این است که همین کشورهایی که چندان دل خوشی هم از ایران ندارن، امروز به خاطر اینکه آقای ترامپ بیاد با آقای روحانی مذاکره بکنه صف بستند و دارن خودشون رو با آب آتیش میزنند. بله، ببینید اینجا هم بستگی به برداشت ما از مذاکره داره که من معمولا اینو عنوان میکنم. همه هم دوست دارم مذاکره رو به معنای معامله با رژیم در نظر بگیرم. این یک معنا از مذاکره است. دقت کنید، به تمام تحلیلگران دقت کنید، همیشه فقط این معنا رو در نظر بگیرم، معامله با رژیم کنونی. ولی مذاکره میتونه بعد از تسلیم صورت بگیره، بعد از شکست صورت بگیره، کما اینکه بعد از جنگ جهانی اول مثلا با آلمان صورت گرفت یا جنگ جهانی دوم با ژاپن صورت گرفت. بنابراین ما انواع مذاکره رو داریم. مذاکره میتونه تهدید باشه، مذاکره میتونه مذاکره‌ای باشه که در مورد خلیج خوک‌ها اتفاق افتاد، دو طرف با هم صحبت میکنن ولی همون لحظه دارن تهدید اتمی همدیگر میکنن، میخوان یک مفاهمه برسن که آیا این کار میخوان انجام بدن یا نه. یعنی تفهیم اتهام یکی از انواع دیگر مذاکره، تفهیم اتهام است. شما بفرمایید که این تلاشایی که داره صورت میگیره عین مذاکره با ایرانه، منظورتون اینه؟ تلاشایی که عین متوجه نشدم سوال شما. مثلا همین که آقای مکرون واسطه میشه که بلکه بتونن آقای روحانی و ترامپ با هم دیگه دیدار بکنن، یا وزرا یا مثلا بقیه رهبران اروپایی در راهرو جلو آقای روحانی رو میگیرن. بله، وقتی شما دقت کنید، همین اتفاقا خیلی نکته جالبی رو گفتید، در راه رو جلوی خبرنگارها جلوی آقای روحانی رو میگیرن، این یعنی تفهیم اتهام. آقای ترامپ هم قرار بوده پشت تلفن تفهیم اتهام بکنه که بگه اگر بخوای به شرارت ها ادامه بدی با تهدید بزرگی باید روبرو باشی. ببینید شما 40 ساله که در دشمنی به سر میبرن، چه نیازی به تفهیم اتهامه؟ یک فهرستی از کیفرخواست ایران داره علیه آمریکا، آمریکا هم علیه ایران داره. موضوع اتفاقا می‌خواستم اشاره بکنم، خوب شد شما گفتید که مسئله به دعوای بین آمریکا و ایران نیستش. اتفاقا من اشاره می‌کنم به صحبت آقای آگنجی که صحبت کردن صورت مسئله رو پاک نکنیم. اتفاقا می‌خوایم صورت مسئله رو پاک نکنیم. صورت مسئله 500 هزار نفر سوری هستن که به خاطر شرارت‌های جمهوری اسلامی و به خاطر عقب نشینی‌های آقای اوباما در اون زمان کشته شدن. ما تصاویر رو دیدیم که کودکان سوری لح‌لح می‌زدن در بمب شیمیایی و این اتفاق افتاد. دست جمهوری اسلامی اینجا فرادست شد در منطقه با تجاوزاتش. همچنین بعد از برجام هم پولهای برجام اونطور که بعدن لو رفتش 150 میلیارد دلار خرج همین تروریسم شد، خرج مردم ایران نشد. این رو مردم ایران به وضوح حس کردن. خب البته روایت های دیگه هم از این وجود داره. در هر صورت آقای آگنجی، آقای جلالی تهرانی میگن که مماشاتی که آقای اوباما کرد ایران رو در موقعیت بهتری قرار داد، ولی این موقعیتی که الان ایران داره و شما هم کم و بیش بهش اشاره کردید، آیا میتونه تبدیل به اهرمی بشه برای مذاکره؟ در هر صورت دو طرف میگن قصدشون جنگ نیست. اگر جنگ نیست حتما گفتگوی سیاسی است، که آیا در جهت گفتگوی سیاسی این مؤثر واقع میشه به نفع ایرانه؟ نباید، هر دو طرف به این آگاه هستن که یک جنگ چه هزینه هایی رو داره و یک هزینه بسیار گسترده، نه تنها فقط برای منطقه بلکه برای فرامنطقه داره. و به نظر من
بسیار محتاطانه عمل میکنن و سعی میکنن از بحث جنگ دوری کنن تا جایی که امکان داره در حال حاضر. حالا اینجا بذار سوالمو اینطوری بپرسم، این نفوذ راهبردی ایران، این عمق استراتژیک قابل مذاکره هست یا نه؟ کشورهای غربی میگن که ایران باید روش خودش رو در رابطه با کشورهای منطقه عوض کنه، ایران میگه نه. این قابل مذاکره است یا نه؟ ببینید، بس اینجاست که ایران مگر چه میزان کمکی رو داره انجام میده. بله، کمکهاش تأثیر گذاره و باعث میشه که قدرت سیاسی در عراق رو مثلا توسط هشت شعبی به دست بگیره، از اون طرف با ساپورت حزب الله لبنان بتونه این کار رو کنه. ما یکی از نشریات الکترونیکی یهودی آمریکایی به نام تبلت در فکر کنم من اینجا رو نگاه کنم سال 2018 گزارشی رو داد بر اساس خود مقامات وزارت امور خارجه آمریکا، گفتن که در سال با توجه به وضعیت کنونی در سال 700 میلیون دلار به حزب الله داده میشه. این بودجه رو شما در نظر بگیرید در مقابل هزینه هایی که آمریکا در منطقه داره انجام میده یا عربستان سعودی برای جنگ با یمن انجام داده و تسلیحاتی که همه اینها به نظر من هزینه آنچنانی نیست که بخوایم مثلا دیده بشه یا بخوایم بگیم چه هزینه زیادیه. بله، اینها باید هزینه بشه در مسائل داخلی ایران، اما بحث اینجاست که ایران برای چی باید عقب نشینی کنه. ایران زمانی که در حال حاضر میتونه قدرتش رو در منطقه افزایش بده و از این افزایش قدرتش بتونه بهره برداری کنه، چه در مسائل سیاسی چه در مسائل اقتصادی. به هر حال ایران به دلیل تحریم‌های اقتصادی که داره میشه، مبادلاتش شاید هر روز کمتر شه، باید از طریق کانال‌های دیگه این مبادلات رو انجام بده. برای چی ایران باید از قدرتی رو که و برگ برنده‌ای که در حال حاضر در دست داره عقب نشینی کنه؟ این یک بحث غیر منطقی است که ما بخوایم بیان بکنیم. اما اینجا ما داریم شاهد هستیم، تنها اهرمی که آمریکا در مقابل ایران داره اهرم تحریم های اقتصادی است که اگر این رو نداشت ما شاهد هستیم چه چیز برتری رو در برابر خب، ایران داشت در مسئله اگر خیلی بزرگیه به خاطر اینکه فکت‌های مستندی هم وجود داره. بله، ما شاهد هستیم با حضورشون در عراق و در افغانستان تونستن آیا اونجا نفوذ و قدرتی رو به دست بیارن؟ بله، اگر بزرگیه به خاطر اینکه مشکلات زیادی رو برای ایران ایجاد کرده. در هر صورت ما برمیگردیم به بخشی دیگر از این موضوع که شما بهش اشاره کردید. آقای شهید سالس، ایران میگه که حاضر بر سر یمن گفتگو بکنه یا در حقیقت به این گفتگوها کمک بکنه و بارها هم گفته که راه حل نظامی نداره، راه حل سیاسی داره، ولی باز در بخشی چندان انعطاف به خرج نمیده. هیچ وقت نشده که ما در زمینه اسرائیل حرفی رو از مقامات عالی رتبه ایران بشنویم که بوی مصالحه بده. سوال من اینه که چه بخش از این راه برد استراتژیک ایران قابل مذاکره است که دو طرف بتونن دربارش صحبت کنن؟ ببینید، در مورد اسرائیل به نظر من دشمنی با اسرائیل و همینطور آمریکا، اینا دو تا از پایه‌های عمده تفکر سیاسی در ایران، سیستم سیاسی موجود در ایران هستن. در مورد اسرائیل به نظر من قابل مذاکره نیست. تنها چیزی که ممکنه این وضعیت رو تغییر بده اینه که ایران زیر فشار به اونجایی برسه که دست از حمایت عملی، یعنی در واقع حمایت از حزب الله و حضور در سوریه، وضعیت عملی که الان اطراف اسرائیل وجود داره بکشه و در حد شعار باقی بمونه. که این اتفاق ممکنه بیفته وقتی که ادامه حکومت مشکل بشه و خطر سقوط داشته باشه. یادمون باشه آقای خمینی صراحتاً گفتش که حفظ نظام از حفظ جان امام زمان مهمتره. این برای کسی که تفکر شیعه رو بشناسه میدونه این حرف یعنی چی و اهمیت این حرف یعنی چی. بنابراین اگر حفظ نظام به خطر بیفته به نظر من قابل مذاکره است که اقدامات عملی علیه اسرائیل کاهش پیدا بکنه، ولی اقدامات حرف و صحبت و شعاری نه، همچین چیزی نخواهد شدش، برای که این بخش عمده تفکر ایران هستش.
اما اون یه سوال مهمی که شما کردین که آیا عمق استراتژیک ایران قابل مذاکره هستش، اون هم به نظر من بستگی به وضعیت ایران داره. اگر حکومت احساس بکنه، حکومت پنهان احساس بکنه که در خطر هستش و ممکن موقعیتش به جایی برسه که به فروپاشی منجر بشه، به نظر من اون قسمت هم کاملا قابل مذاکره هستش. در شرایط فعلی نه، به نظر من چنین چیزی. آقای جلالی تهرانی، برداشت من از حرفای شما اینه که شما جمهوری اسلامی رو یک شر مطلق میبینید و هیچ راهی وجود نداره غیر از این که این رو کاملا از بین برد و تغییرش داد. در علم سیاست میشه چنین شر مطلقی رو بهش قائل بود؟ بله، حداقل از جهت تاریخی خب رژیم هیتلر یکی از چنین رژیم هایی هستش، رژیم پولپوت یکی از چنین رژیم هایی بوده، رژیمی که در واقع مردم رو به گروگان میگیره و اتفاقا ادعاهای بزرگی داره، همانطور که اشاره کردید، در آقای شهیر سالس اشاره کردن، حتی آقای ظریف هم که در ظاهر ملایم به نظر میاد ولی واقعا از یک جنس هستن. من آقای ظریف در مدرسه‌ای که من درس خواندم، مثلا علوی و نیکان درس خوانده، اینا انجمن حجتی هستن، اینها تفکرات آخرالزمانی دارن، من اینها رو از نزدیک میشناسم. خب آقای این تفکر رو بخشی از محافظه‌کاران در آمریکا هم دارن که اتفاقا قدرتمند هم هستن. مسلمه، بله، در تفکر آخرزمانی همه جا وجود داره، ولی در ایران تفکر آخرزمانی سیاست خارجی رو تعیین میکنه. در بیت رهبری مکتب مهدویت وجود داره و وزارت خارجه ایران از ابتدا دست فارغ التحصیلان مدرسه علوی بوده که جزء انجمن حجتیه بودن به صورت رسمی، در خاطراتشون هم هست و هنوز هم این خبر رو دارن. سوال دیگه من از شما دارم، ببخشید، شاید ادامه حرفتون پاسخ به همین سوال باشه. 40 سال آمریکا بر روی ایران فشار آورده و ایران هم پاسخ داده. هیچ راه حل میانی به نظر شما میشه پیشنهاد کرد؟ نه، به این خاطر که سیاست خارجی ایران ذات جمهوری اسلامیه، صدور انقلاب ذات جمهوری اسلامیه، تغییر معادلات جهانی جزو اهدافیه که اصلا جمهوری اسلامی بدون اون نمیتونه زندگی کنه. اگر آقای خمینی البته گفته بودش که حفظ نظام از اوجب واجبات هست، یا مثلا میشه نماز رو یا یک سری این تیپ احکام رو تعطیل کرد، اما حفظ نظام به چه معناست؟ حفظ نظام به معنای او باز اون منطقی که ما برای خودمون داریم که کوتاه آمدن مثلا از نگاهش نسبت به اسرائیل، نسبت به اردوگاه استکبار، اینها نیست، اتفاقا تشدید اینهاست. ببینید، ما من پیشنهاد میکنم هم بینندگان هم دوستان عزیزی که در اینجا هستن به صحبت‌های آقای خامنه‌ای دقیق گوش بدن، همین صحبت‌های آخر که اتفاقا یکی از مباحث اصلی این برنامه هست. ایشون داره تهاجمی تر صحبت میکنه، میگه ما جغرافیای راهبردی خودمون مقاومت رو باید افزایش بدیم. تازه نتایجش رو هم دیدن، همانطور که هم دوستان اشاره کردن، هم خود خامنه ای اشاره میکنه، همه دارن اشاره میکنن، نتایج مثبت عملی با اون منطق سکولاری که ما هم داریم برای اونها حادث شده. یعنی اون نگاه زمانی، نگاه صدور انقلاب اتفاقا باعث فرادستیشون شده، چرا که ادامه ندن. آقای آگنجی، شما به نظر میومد که با سیاست‌های منطقه ایران خیلی مخالف نیستید. آقای جلالی تهرانی به یک نکته جالب اشاره کردند، گسترش حوزه نفوذ از منظر جغرافیایی تا کجا؟ آیا حدی هم براش میشه قائل شد؟ ببینید، جمهوری اسلامی به دلیل حالا تجهیزات یا از نظر حالا استراتژیک، به نظر من فقط معطوف به اون منطقه خودش هست، یعنی قدرت جغرافیاییش، یعنی که شاید بیشتر از اون نتونه افزایش بده. بارها ما شاهد هستیم که فرماندهان نظامی گفتن که ما ناوهای مختلفی رو به اقیانوس هند یا نقاط مختلف دیگه میفرستیم، ولی خب در عمل ما شاهد هستیم به هر حال کاربرد آنچنانی نشده یا مدت خیلی کوتاهی در اون منطقه حضور داشتن. یعنی این در توان استراتژی که ایران در حال حاضر به نظر من نیست. اما ما این که بخوایم بگیم که چرا این صحبت ها میشه، به هر حال در زمانی که بحث‌های تهاجمی نسبت به ایران انجام میشه، رهبر ایران هم موضع‌های تهاجمی میگیره. ما شاهد هستیم که رهبر ایران هیچگاه موضع
یعنی نمیشه گفت هیچ کار، اما موضوع های معتدل رو خیلی کمتر گرفته یا در مواقع خیلی ضروری تر اتخاذ کرده. و این یک بحثی هست که گفتمان رهبر ایران این هست که همیشه باید تهدیدی رو علیه کشورهای بذارید اینطوری ازتون بپرسم، 5-6 سال پیش چندان حرفی از نفوذ ایران در یمن نبود، قبل از اون 10-12 سال پیش چندان جمهوری اسلامی نفوذی در عراق نداشت که بتونه تعیین کننده سیاست در اون کشور باشه، کما اینکه امروز بسیاری از تحلیلگران بر این اعتقادن که چنین اتفاقی افتاده. شما گفتید الان چنین توانی نداره، ولی میشه تصور کرد که جمهوری اسلامی یک وقتی در آمریکای لاتین هم شروع به فعالیت بکنه، به آفریقا هم دامنه نفوذش رو گسترش بده؟ نگاهید بحث نفوذ سیاسی یا نفوذ اقتصادی با نفوذ نظامی بسیار متفاوته. ما این نفوذ نظامی نیاز به تجهیزات، نیاز به لوجستیک، نیاز به پشتیبانی داره. یعنی ما می‌بینیم حالا با آمریکای لاتین اتفاقا جمهوری اسلامی روابط اقتصادی دارن و از اونجا بهره برداری‌ها و نفوذ اقتصادی انجام دادن یا نفوذهای سیاسی انجام دادن، همونجور که شاهد هستیم از ونزوئلا حمایت کردن در اتفاقات اخیر. یا مثلا بحث شما عراق یا یمن رو پیش میکشید، اونها در منطقه خودش قرار دارن و به هر حال نزدیک به اون هستن. همون بحثی که من اشاره کردم در موضوع قبل این بود که جمهوری اسلامی تونست از ابتکارات و عملهایی رو که آمریکا انجام داد و میخواست دستاوردی رو به دست بیاره توی منطقه استفاده کنه بر علیه خود آمریکا و نفوذش رو در عراق و کشورهای دیگه، سوریه که حالا نفوذش در عراق یا کشورهای دیگه افزایش بده. ما نمیتونیم این رو در نظر بگیریم که خب یک حکومت هست، یک حکومتی که به هر حال در اونجا حضور داره، داره زیست میکنه و باید در نظر داشته باشیم که تمام اینها راهبردهای استراتژیکیه که یک حکومت در نظر میگیره. حالا ما خب دشمنی‌های زیادی هم ایجاد کرده. شما ببینید غیر از عراق یا سوریه در تمام این منطقه دولت‌هایی هستند که نگاه خوشی به جمهوری اسلامی ندارن. حتی دولتی مثل لبنان بخش بزرگی نسبت به سیاست‌های ایران در اون کشور بدبین هستند، بیان هم کردند. نکنید ما زمانی رژیم پهلوی رو ژاندارم منطقه می‌نامیدن، مگر اون زمان هم نگاه خوشبینانه‌ای مثلا کشور، حالا شاید این رو علنی نمی‌کردن، مگر کشورهای دیگه نگاه خوشبینانه‌ای اون زمان به ایران داشتن که همچین حرفی می‌زدن؟ ما در حال حاضر هم این نگاه خوشبینانه رو کشورهای دیگه به جمهوری اسلامی نداشته باشن. بس راهبرد نفوذ، بس قدرت نفوذی است که حکومت‌ها برای افزایش قدرتشون، برای افزایش امنیت کشورشون انجام میدن. ما باید این رو در نظر داشته باشیم. اگر جغرافیای حرکتی داعش رو در نظر بگیرید، دقیقا از سوریه به سمت عراق و ایران حرکت میکردن، هیچ تهدیدی رو برای جنوب عراق، یعنی که نزدیکترین جنوب یعنی کشور عربستان نداشتن، فقط مستقیما داشتن به سمت ایران حرکت میکردن. اگر همین راهبرد نفوذ نبود، اگر قدرت دفاعی نبود، اگر قدرت تجهیزاتی که در اختیار کردها، در اختیار نیروهای مردمی عراق قرار گرفت یا نیروهای سوریه قرار گرفت نبود، قطعا تهدید بزرگی بود برای ایران، قطعا مردم ایران در خطر قرار می گرفتن. همون طوری که آیت الله خامنه ای هم گفتن که باید دشمن رو در بیرون از مرزها باش مواجه شد. ولی آیه شهید صالح، شما هم اشاره کردید که بخشی از عملکرد ایران در زمینه سیاست‌های منطقیش از ایدئولوژی برمی‌خیزه. چرا در زمینه فلسطین، در زمینه یمن، در عراق اینقدر پررنگه، ولی وقتی حرف از اویغورها میشه، حرف از مسلمانان میانمار میشه، حرف از وضعیت کشمیر میشه، یا در مواردی مثل مسلمانان چچن اینقدر با شدت و حدت وارد نمیشن؟ اتفاقا خیلی سوال خوبی. این جواب اون کسانی هستش که معتقدن جمهوری اسلامی هر سیاستی که پیش میگیره بر اساس ایدئولوژی. من تو جمله اول هم تو این برنامه گفتم سیاست‌های جمهوری اسلامی بر هر دو تا پایه ایدئولوژی و پراگماتیسم و به اصطلاح عملگرایی هستش. اینجوری نیستش که فقط ایدئولوژی راه سیاست‌های خارجی ایران رو مشخص بکنه. این یه مسئله خیلی مهمه توجه داشته باشین، چون خیلی جمهوری اسلامی متهم میشه به اینکه یک حکومت ایدئولوژیکه.
سوال من اینه، مگه ما حکومت غیر ایدئولوژیک در دنیا داریم؟ مگه همچین چیزی میشه؟ مگه ممکنه یه حکومت ایدئولوژی نداشته باشه؟ حکومت آمریکا ایدئولوژی نداره؟ حکومت انگلستان ایدئولوژی؟ مگه همچین چیزی میشه؟ مگه همچین بحثی اصلا عملیه؟ نه فرد، نه کشور، نه هیچ واحدی امکان نداره که ایدئولوژی پای سرش نباشه. باید ایدئولوژی داشته باشه. بله. اما اتفاقا این حرفی که شما میزنید، سوال شما، این نشون میده که ایران به اصطلاح در بعضی مواقع، در برخی موارد، وقتی که به اصطلاح منافعش ایجاب بکنه، بسیار بسیار منطقی عمل میکنه. سوالی که در مورد ایدئولوژی پرسیدید رو مناسب است که از آقای جلیل تهرانی بپرسیم. آقای جلیل تهرانی بفرمایید. بله، من به آقای شهیر سالس پیشنهاد میکنم ایدئولوژی رو بر مبنای باز منطق خودتون تعریف نکنید. بحث سر اسلام نیست دوست عزیز، سر ایدئولوژی. صحبتهای آقای خامنه ای رو گوش کنید، میگه اردوگاه مقاومت در برابر چی؟ اردوگاه استکبار. آیا چین اردوگاه استکباره؟ آیا تا به حال شنیدید؟ نه. ایدئولوژی رو آن چیزیست که خودشون تعریف میکنن. ما باید آقای خامنه ای رو باور کنیم، ما باید آقای قاسم سلیمانی رو باور کنیم. تمام حرفهایی که زدن رو عملی کردند. اگر گفتن مذاکره نباشه، آقای موسوی، من یه سوالی از شخص شما میپرسم. حداقل 20 بار من دیدم که سر همین که آیا ایران با آمریکا مذاکره میکنه یا نمیکنه، شما مصاحبه کردید در 60 دقیقه یا این برنامه بیشتر از 60 دقیقه با خود من یکی در این مورد مصاحبه کردید. آقای خامنه ای چی گفته؟ الان باید نظر تحلیلگرانی که حد زدن یا در واقع علاقه های خودشون رو به عنوان تحلیل طرح کردن رو بپذیریم یا حرف آقای خامنه ای کدام درست در آمده؟ حرف آقای خامنه ای، آقای سلیمانی داره میگه، من در صریحاً داره در سخنرانی خودش میگه که در جنگ 33 روزه من دخالت داشتم، نظر داشتم، جمهوری اسلامی دخالت داشت، تمام ارکان نظام همراه بود با این مسئله. بعد ما میگیم عمق نفوذشون نه خیلی نیست، فقط موضع‌گیری تند آقای خامنه ای در مقابل موضع‌گیری آمریکا. خیر، آقای خامنه ای هر چی رو میگه عمل میکنه و ما هم در عمل داریم میبینیم. اتفاقا این ضعف دولت آمریکاست که نیامده هیچ عمل بازدارنده ای رو داشته باشه و تهدیدهای خودش رو عملی بکنه. آقای آگنجی، ما میدونیم که آقای ترامپ رئیس جمهوری آمریکا فردی قابل پیش بینی نیست. برداشت من از حرفای شما این بود که شما میگفتید نباید بر سر نفوذ منطقه خودش ایران مذاکره بکنه، ولی چه تضمینی وجود داره که جنگی در منطقه صورت نگیره؟ اگر جنگی بشه، منطقه و ایران به کجا خواهد رفت؟ در حال حاضر به نظر من تمامی کشورها از اینکه جنگی اتفاق بیفته بسیار جلوگیری میکنن. تمام تلاش اتحادیه اروپا، کشورهایی که حالا جزء حالا 4 به علاوه 1 هستن، تلاش میکنن که از این جنگ جلوگیری کنن یا از این تنش‌هایی که اتفاق افتاده و حالا موضعشون هم کاملا محرز و مشخص هست. اما من نگفتم بر سر، یعنی که این رو نگفتم که مذاکره ای نکنه بر سر قدرت نفوذش یا هر چیز دیگه. بس اینجاست که در حال حاضر ایران قدرت نفوذی رو که داره میتونه در همین نقطه با ثبات نگه داره، همونجور که میتونه بر سر موضوع قدرت موشکیش مذاکره کنه و قدرت موشکیش رو در همین نقطه در حال حاضر نگه داره، باز هم یک عامل بازدارنده و حتی عامل تهدیدی برای اتحادیه اروپا یا کشورهایی هست که در اروپا قرار دارن یا هر نقطه دیگه‌ای که حفظ شرایط موجود. نکته خیلی جالبیه. اجازه بدید من از آقای شهید سالس بپرسم که حفظ شرایط موجود چقدر به نفع ایرانه؟ حفظ شرایط موجود خیلی به نفع ایرانه، ولی آیا ایران میتونه این شرایط رو نگه داره؟ دقیقاً، امکان پذیر هست؟ ببینید، بذارید من یه توضیح خیلی مختصر بدم در مورد اینکه چجوری شد که این مسئله عمق استراتژیک اصلا عملی شد. دو تا اتفاق در ایران افتاد، در منطقه افتاد. یکی سقوط صدام حسین بود که راه ایران رو باز کرد و تونست وارد عراق بشه، از اونجا تونست به سوریه ارتباط پیدا کنه. و مورد بعد جان، و مورد دوم، مورد دوم قیمت نفت بود که زمان آقای احمدی نژاد نفت به بشکه 150 دلار رسید، درآمد نفت ایران بالای 110 میلیارد دلار شد، ایران پول عظیمی دستش اومد، تونست اینو خرج بکنه.
و موقعیت بسیار ممتازی از این نظر تونست بده. الان آیا میتونه این وضعیت رو نگه داره؟ به نظر ما با وضعیت نفت و تحریم ها نه، نمیتونه. آقای جلیلی تهرانی، شما گفتید آمریکا مماشات کرده با ایران، از این نظر مقصره. اگر جنگی در بگیره فکر نمی کنید که برای مردم ایران بسیار گران تمام خواهد شد؟ کوتاه لطفا. نه، بیش از اینی که تا الان گران تمام شده و اتفاقا عدم ترتیب اثر دادن به تهدیدهای آمریکا یا کشورهای دیگه باعث گستاخی بیشتر جمهوری اسلامی شده. الان ما سپیده قلیان رو میبینیم از زندان پیام میده که طاقتم به طاق رسیده. الان بازداشت‌های بیشتر رو میبینیم، سرکوب بیشتر میبینیم. اتفاقا ما مردم ایران بیشتر قربانی میشیم اگر جلوی گستاخی‌های جمهوری اسلامی گرفته نشه، اگر حتی شده حملات نظامی بازدارنده محدود در مورد جمهوری اسلامی صورت نگیره که بتونن به نوعی مهارش بکنن، وگرنه حتما وضعیت رو بیشتر از این افزایش. فکر نمی کنید که شاید عده‌ای در مورد صدام همین فکر رو میکردن، در مورد نظام طالبان در افغانستان هم همین فکر رو میکردن، 10 سال بعد 15 سال بعد فضا خیلی متفاوته؟ در هر دو کشور، هم عراق و هم در مورد افغانستان، ما میبینیم که عملا آمریکا شکست خورده. عراق رو که کامل در اختیار جمهوری اسلامی گذاشته، اما جلوی صدام رو گرفتن بدون تردید مفید میتونه باشه. حملات بازدارنده محدود میتونه جلوگیری بکنه از یک جنگ نامحدود خطرناکی که ما همه نگرانش هستیم. هرچند در سوریه اتفاق افتاد، بمباران شد و وجدان ساکت بود، الان نگران خودمون هست. نظر شما چیه آقای آگنجی؟ یک دقیقه وقت داریم که بحث رو شما جمع‌بندی بکنید. متاسفانه جنگ یک موضوعی است که مردم آسیب بسیار شدیدی خواهند دید و این که از جنگ طرفداری کنند بسیار تأسف انگیز است نظر من. بحثی که من فقط چند نکته رو توضیح بدم بسیار کوتاه. برجام زمانی که شکل گرفت، ایران قرار بود که پروتکل الحاقی NPT رو بپذیره، یعنی این که اجازه دسترسی به تمامی بهانه‌های نظامی رو قرار بود به آژانس یا نیروهای دیگه که بازرس بودن رو در اختیارشون قرار بده. بله. برجام باعث شده بود که قدرت جامعه مدنی افزایش پیدا کنه. همین فعالینی که الان دارن تحلیلگرهای دیگه میگن در زندان هستن، این فعالین چنین تهدیدهایی رو نداشتن یا تعداد خیلی کمی مورد تهدید جمهوری اسلامی قرار میگرفتن یا بازداشت میشدن. شما آمار بازداشت‌ها، آمار برخوردهای امنیتی، آمارها رو فقط نگاه کنید. ببین از بعد از اینکه این برجام لغو شد، بعد از اینکه برجام باعث شد که کلن فضای ایران دست تندروها بیفته، چه تهدیدهایی برای مدنی و جامعه بوده. سپاسگزارم از سعید آگنجی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، مهدی جلیلی تهرانی، کارشناس امنیت بین‌الملل و شهیر شهید سالس، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی. ممنون که با این صفحه 2 همراه بودید. این برنامه روی وبسایت BBC و در یوتیوب هم میتونید ببینید. برنامه بعدی ما روز سه‌شنبه خواهد بود. شب و روز بر شما خوش. We'll be right back.